تو چیه؟ فرنامه جهانگرد. جهانگرد. اجدادتون جهانگرد بودن؟ آخه بعضی از فامیلیا بر داستان و شغل و کار و یا خیلی خوب. بریم شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه، صحیح و سالم باشه. جلسه قبل ماهان چی رو گفتیم آخر مطلب؟ درجه ها را گفتیم، درسته؟ خب اون که تست بود، ولی نکته ها عبارت جبری را گفتیم، جملات متشابه، درجه یک جمله‌ای، تعریف یک جمله‌ای و درجه ها. خب میتونم یه سوال بپرسم؟ یک جمله‌ای به چه عبارتی میگن؟ یک جمله رو اصلا از کجا بمیم؟ مثال بزنم اینم برای یک جمله. برای مثال آب توان دو منهایی، آب توان دو منهایی مثلا یک جمله است. این دو جمله است. شما بگو ماهان یک جمله تعریفش چیه؟ یک جمله یعنی که توانا و ایناشون برابر باشه. اون متشابه. شما بگو. نه تعریفش رو بگو. مثالش درست دو ایکس، ولی تعریفش رو به عبارت جبری میگن که فقط ضرب درجه هاشون یکی باشه. سوگه مجهول. به نفهمید. میپرسید رضا بگو. سوگه متغیر داشته باشه. نه تو رو خدا نداشته باشم یک جمله است. اگه دوتا متغیر داشته باشه یک جمله نیست. رضا تو بگو. آقا در دفعه پیش گفتیم درجه در تک جمله ای نسبت چه یعنی یک متغیر داره. بله نه از روی دفترم اشتباه میگم، از روی دفترم اشتباه میگم. جزء دانش آموزایی که تقلب بنویسن هم اشتباه مینویسن. خب یکی دیگه نداریم. آتیلا درجه نمیگه، میگم تکمیلی تعریفش چیه. تو کتاب درسی هست. یه دقیقه بایستا. تکمیلی ها اضافه تر از کتاب. یه دانش آموز میگه مثلا اونها هر چقدر یاد گرفتم، ولی کتاب رو باید بلد باشیم. میگم تن خرداد داریم. بگو. استاد گفتید که از جایی که یه جمله شروع شه تا قبل جایی که چهار عمل اصلی شروع شه، یعنی مثلا چهار ایکس وای به توان دو. چهار عمل اصلی نباشه. میتونه پشتش متغیر باشه، ولی مثلا منها و بعلا و جمع و تفریق بعدش نباشه. نه، یا نه، مثلا کامل زر تقسیم نیست. کامل نیست. برو بعدی. آرتین زاره نوشتم پای تخته براتون. پیدا نمی کنی. آره آرتین بگو اینا. متشابه نه، تک جمله ایم. برو بعدی. نیست؟ اون یکی پایینی پایینی پایینی. رستگار. آقای رستگار شما بگو. الو. بله بگو آقای رستگار. یه عدد باشه توی چند تایی متغیر را ضرب بشه. تمام. و متغیرها توانشون چی باشه؟ توانشون نامنفی. نامنفی باشه، یعنی صفر و مثبت. از ضرب خلاصه شو نفسم. از ضرب اعداد حقیقی در متغیر هایی که ممکنه یه دونه باشه توان آنها نامنفی باشد تک جمله‌ای به وجود می آید.
به عبارتی توان منفی نباشه، کسری نباشه، زیر رادیکال نباشه، عدد داخل قدر مطلق نباشه. اینا تو کتاب هست، درسته؟ درسته نه؟ اینو میگن تک جمله‌ای تو کتاب درسیتون هست. حالا خلاصش اگر گفتن تک جمله‌ای چیست، مثلا cx y z، اینا یک جمله است چون بینشون علامت ضربه. ولی همین که شما cx y یکیشو جمع بنویسید میشه دو جمله. هر جمع و تفریق یک جمله رو حساب. نه، جملات غیر متشابه. این الان چند جمله است؟ این سه جمله نیست، میشه 14x یک جمله است. اگر ساده نشه میگیم چند جمله. خب این الان یک جمله است، حروفش کجاست؟ پنجه. متغیرش گفته متغیرهایی که در متغیرها ضرب بشه، پنج ضرب داره. متغیرش کجاست نیکان؟ جلسه قبل اونجا نشستی نفهمید. متغیرش یکه؟ متغیر حروفه. این الان یک جمله ای هست، نگین که نیست، من میگم هست. طبق این تعریف متغیرش کن. آره یعنی چی؟ خب صالحی را باز کن. آقای صالحی بگو ببینم. توان متغیر صفر بوده، x به توان صفر چقدر میشه؟ یک. شده پنج، زر داری یک، شده پنج. پس هر عدد حقیقی بدون متغیر توان متغیرش صفر بوده، درست شد؟ بله نوشتم. خیلی خوب، چقدر درس میخونید شما، شرمنده میکنید ما را. ببین دیگه از اینجا به بعد تمرین نکنید اطلاعات توی کلاس کافی نیست، خیلی سریع فراموش میکنید، نزدیک همان شبیه همان. و تمرین کنید، تمرین تمرین. خب بعدش چی گفتیم؟ درجه cx 2 y به توان 5 z نسبت به x، نسبت به x چنده؟ 2. نسبت به y 5. نسبت به z، نسبت به آ صفر. کل درجه چنده؟ 8. 2 علاوه 5 علاوه 1 مساوی است با 8. درست شد؟ این مثال مرور، چون مهمه داریم. خب بریم سراغ چند درجه چند جمله این. پنج x دو y z به علاوه شیش x سه y دو z سه به علاوه هفت دی به توان مثلا دو. درجه نسبت به x، نسبت به y، نسبت به z، کل درجه عبارت. x 5. شما میگی 5. در اینجا جمع نمی کنیم. بزرگترین توان متغیر
بزرگترین توان x میشه درجه نسبت به x. اینجا توان x چنده؟ 2. اینجا توان x چنده؟ 3. اینجا هم که x نداره اصلا، توانش 0ه، پس میشه 3. نسبت به y بزرگترین توان y چنده؟ 2. نسبت به z بزرگترین توان z 3. کل درجه این عبارت چنده؟ دست بلند کنه یه نفر از اینجا یا از اونجا، از این ور یا از اون ور. 3 شاید. شما 8. شما 8. بچه های توی خونه شما بنویسید، تو چت بنویسید. شما چند؟ 3 گفتی. ببین درجه شما چجوری گفتی؟ 8 بگو. درجه هر جمله رو حساب میکنی. میگه جمله درجهش میشه چقدر؟ 2 علاوه 1 علاوه 1 میشه 4. درجه میشه چقدر؟ 3 علاوه 2 میشه 5 علاوه 3 میشه 8. درجه میشه 2. از بین جملات هر جمله ای درجهش بیشتر باشه اون درجه میشه درجه کل عبارت. درسته؟ حالا خواستی فیلم ها رو ببین. دبیرتون آقای هوشمنده؟ آقای محمد. خیلی خوب، بریم سراغ قسمت بعد. درست؟ بریم سراغ اتحادها که خیلی کار داریم، خیلی کار داریم، خیلی مهمه. شما نه تنها امسال میخونید، از امسال تا کنکور امتحان بدید باش سر و کار دارید. اتحاد بلد نباشید مثل این که هیچ سوالی را نمیتونید حل کنید. الان مثلا شما مثل این که شما دارید مثلا عبارت جبری میخونید، جمع و تفریق بلد نیست. اتحاد اینقدر برای سالهای بعد مهمه. خب اتحاد یعنی چی؟ مجبورم اونایی که نخوندن اتحاد توضیح بده. اتحاد یعنی چی؟ نه دیگه، نه عربی. الاتحاد العربی یعنی تیم اتحاد. اتحاد یعنی ضرب بین دو تا عبارت. خب بچه هایی که اگر خوندن بگن، شما میتونی بگی؟ خیر خیر. ببینید شما بنویسید آ علاوه بی در آی علاوه بی، اینو که بلدی ضرب کنید. درسته؟ یا به عبارتی دو تا توان داشته باشه دیگه، اینو ضرب کنید به دست بیارید به من بگید من بنویسم. به دست بیار. حفظی؟ اول به دست بیار، ضربشم به دست بیار. بگو. خب یه دقیقه بسته من ضرب کنم. آیه ضرب در آ، آ به توان دو. آیه ضرب در بی، آیه ضرب در بی. بی ضرب در آ، بی آ. درسته؟ بی ضرب در بی میشه بی به توان دو. خب این ور میشه آ دو را که می نویسیم، یه دونه آبه با یه دونه آبه میشه دو تا آبه، علاوه بی دو را هم داریم. این ور آی علاوه بی به توان دو را هم داشتیم دیگه. خب یعنی آی علاوه بی به توان دو که دوبار ضرب بشه میشه این. یعنی این دو تا با هم چی هن؟ مساوی هن. درسته؟ درسته نه؟ تایید کنید یا رد کنید، مساوی هن یا نه؟ درسته؟ چی؟ پایین رو کاری نداشته باشه، پایین یه چیز دیگه است. خب پس این عبارت که دوبار ضرب بشه با این همیشه مساویه. حالا شما به جای آ هر عددی، به جای A و B هر عددی بنویسین، دو طرف با هم چی هن؟
مساویان. به جای A و B شون حواست اینجا باشه، به جای A و B هر عددی بنویسیم با هم چیان؟ برابرن. بهش میگیم یه اتحاد، دو طرف با هم از نظر معنی لغوی این دو طرف با هم متحد هست. خب اما تو معادله هم دو طرف با هم برابر هستن، ولی به این اتحاد نمیگیم، به این میگیم معادله، اما به این میگیم اتحاد. پس اتحاد اگر دو عبارت جبری یکی این ور یکی هم این ور طوری باشند که هر عددی به جای متغیرها قرار گیرد، دو عبارت مقدارشان مساوی باشد، یک اتحاد را تشکیل می دهند یا با آنها اتحاد می گویند. خب پس شما در اتحاد به جای متغیر هر عددی قرار بدید، دو طرف با هم مساوی میشه. نمیگیم آ دو باشه سه باشه، اما در معادله یک تساوی عبارت جبری که به ازای یک یا چند مقدار مساویان. الان این معادله رو حل کنی چی؟ آقا این به جای این هر عددی بنویسی درسته، این یه دونه عدد درسته. داریم میگیم هر عدد بی شمار جواب داره، بی شمار عدد میتونیم، نمیتونیم بگیم بی شمار جواب داره. خب الان اینو ضرب کنی میشه 6x منهای 6 مساوی 8x به علاوه 4. حل کنی میشه 6x منهای 8x مساوی 4 به علاوه 6. 6x منهای 8x میشه منفی 2x مساوی با 10. x میشه 10 تقسیم بر منفی 2 میشه منفی 5. پس معادله به ازای یک و یا چند مقدار تساویش برقرار است. یا به طور خلاصه، من هر کدومو جدا گفتم، خلاصه بگم شما به زبان عامیانه متوجه بشید فرق معادله و اتحاد. معادله یک یا چند جواب داره؟ معادله‌ای که ما میخونیم یک جواب داره، معادله یک و یا چند جواب دارد، نهایتاً دو تا سه تا، ولی اتحاد بی شمار جواب دارد. درسته؟ خلاصش اینه. حالا اون چی که نوشتم تو کتاب درسیتون بود که کامل تر بنویس. پس اتحاد یک عبارتیه که به جای متغیرهاش، یه موقع میگن اتحاد چیه دیگه، ما معادله مقایسه نمی کنیم که، میگن آقا اتحاد چی هست؟ اینا میگن اتحاده. میگیم آقا اتحاد یه تساوی جبریه یا دو تا عبارت با هم دیگه طوری هستن که به جای متغیرها یعنی حروفها هر عددی قرار بدیم اون دو تا مساوی میشن، دو طرف مساوی میشن. شما عددی پیدا نمیکنی که به جای A و B بنویسید دو طرف مساوی چی؟ نباشه. معادله چیه؟ معادله یه بار رابطه یه تساویه که یک عدد یا دو تا عدد، اون سالهای بعد دو تاشو میخونید، دو طرف با هم برابر میشه. بچه بنویسید، من یه مثال دیگه حل کنم بعد اتحاد داره بهتون بگم. همه دوستان فعال باشن. چیزی میخوای بگی شما؟ آتیلا، بردیا، رضا، محمد رضا.
آره حالا نارو بعدا میگم بهت. نوشتید؟ شما تخته رو از اونجا خوب می‌بینی؟ می‌خوای صندلی بذار اونجا؟ از اونجا اذیت میشه. خب یه جوری دیگه هم بگم که شما متوجه بشید که معادله با اتحاد چه فرقی داره. بچه پاک کنم. خب یه موقع است به ما میگن آقا این معادله رو حل کن. خب سوال معادله های زیر را حل کنید و تعداد جواب های معمولا جواب من میگم تعداد ریشه ها جواب یعنی ریشه ها چون تست ها می نویسن آشنایی داشته باشه. دور دوم میگن ریشه ها تعداد ریشه های آنها یعنی جواب آنها را بنویسید. خب اینو همتون بلدید دیگه، کاری نداره که خیلی ساده بگم که اصلا حواس هدف من چیز دیگه است. الان جوابش میشه چی؟ 3x + 9x میشه چقدر؟ یک میره اونور. چند تا جواب داره؟ خب یک جواب داره دیگه، درسته؟ شکی که نداریم. یه جواب داره. به جای ایکس یک به جای ایکس سه بذارن دو طرف مساوی میشه. مثلا 3, 3 تا 9 تا منها یک میشه 8. اما به جای ایکس 4 بذارم که دو طرف مساوی نمیشه. 4, 3 تا 12 منها یک مساوی 8 نمیشه. خب این معادله چیه؟ ایکس چنده؟ ایکس میتونه 2 باشه یا ایکس میتونه -2 باشه دیگه. 2 به توان 2 میشه 4، -2 به توان 2 میشه 4. پس این دو تا جواب داره. خب ایکس به علاوه 5 در ایکس به علاوه 7 مساوی با x²، علاوه 12 x²، 35. معادله باید دو طرف داشته باشه دیگه، درسته؟ خب یاد گرفتیم که در معادله معلوم‌ها رو یه طرف مجهول‌ها رو یک طرف. اگه ضرب باشه ضرب رو انجام بدیم دیگه، درسته؟ الان x ضرب در x میشه چی؟ x²، x ضرب در 7 7x، 5 ضرب در x 5 ضرب در 7. این در واقع سمت راست به دست میاد دیگه. خب مساوی رو می‌نویسم. اولا همه x رو سمت چپ می‌نویسم. x2
این دوتا میشه 12x. این x دوی مثبت رو میارم این ور میشه منفی، این 12 هم میارم این ور میشه منفی 12x. مثبت 35 این ور مونده، این هم میاد این ور میشه منفی 35. خب x2 با x2 میشه قرینه 0، 12 هم با 12 میشه 0، 35 به نهای 35 هم میشه 0. خب پس x چند شد؟ x 0 نشد، x از بین رفت. یعنی معنیش اینه که شما به جای x هر عددی بنویسید این اتحاده، معادله نیست. شما هر چی به جای x بنویسید دو طرف مساوی میشه، هیچ ربطی به x نداره. اینجا میگه آقا x شما دو باشه مساویه، منفی دو باشه مساویه. اینجا میشه x شما سه باشه مساویه. وقتی که معادله مجهولش از بین بره دو طرف مساوی باشه، میگه معادله بی شمار جواب داره. خب و این معادله نیست، یک اتحاد است. معادله نیست، یک اتحاد است و بی شمار جواب دارد. پس اتحاد یه رابطه، یه تساوی جبریه که بی شمار جواب داره. یعنی به جای متغیرش هر عددی قرار بدیم مساویش برقرار هست. حالا سوالی هست؟ این آره اتحاد مشترک. حالا اسم اتحاد رو بعدا میگیم. پس اتحاد متوجه شدید، فرقش با معادله براتون یه مقدار ملموستر شد. خب اگه شد بریم سراغ اتحاد ها. خب شما چند تا اتحاد توی کتاب درسی دارید؟ 5-6 تا؟ 6 تا میتونی بگی؟ بگو خسته نباش. از کتاب درسی تونو اتحاد مربع، اتحاد تفاضل مربع، اتحاد مشترک، اتحاد مشترک، اتحاد مشترک، اتحاد چی؟ خب حالا گفتن نیازی نیست. ببینید ما توی کتابتون 5 تا اتحاد گفته، کلا 9 تا اتحاد داریم. خب این شماره که از قدیم میگن ها میپرسن چند تا اتحاد، ولی شبیه همن. ما اتحادها را اینجوری اسم گذاری میکنیم، اتحاد مربع دو جمله. این خودش دو تاست. ببین مربع یعنی چی؟ توان دو. دو جمله در داخل پرانتز دو جمله هست. یک، ای به علاوه بی به توان دو. ولی گوش کن بعد. خب نگفتم اتحاد به شما؟ نه نه تو اینجا نگفتم بهتون، من نگفتم پارسال آره آقای سلیمانی گفتن. میگم آخه من یه جوری ذهنم میگه گفتم برای شما. ببینید الان شما این اتحادو بلدم نباشید، خوب دقت کنید. بعضی از دانشجو میگم آقا معلم چی میفهم، میام توی چک نویسم دو بار مینویسم. خب گفت آقا حاصلش رو به کمک اتحاد بنویس دیگه. خب دو بار ضرب میکنم، الان ضرب کردیم دیگه، نه درسته؟ شد میشه آ دو بلاوه آ ب بلاوه بی آ بلاوه دو بلاوه ب دو. اینو ضرب میکنم، بعد میام مینویسم آ دو بلاوه دو آ ب که به دست اومد، اینو میام اینجا مینویسم آ ب توان دو. خوشگلم مینویسم، معلمم نمیفهمه، سرش کلا گذاشتم، درسته؟ خب خبر نداره که معلمم مثل شما دانش آموز بوده، سر معلمش کلا گذاشته، ولی برای اینکه دوباره سرش کلا نره میاد یه سوالی میگه که دانش آموزی بتونه جواب بده که حفظ اتحاد. خب برای اینکه اینو حفظ باشید با A و B، من اینو پاک میکنم، با A و B حفظ نکنید، نگید ای به توان دو، چون همه اتحاد ای ندارن که، درسته؟ بگید مربع اولی یا اولی به توان دو. آقا اولی به توان دو هر چی باشه، علاوه یا دو
ضرب در اولی، ضرب در دومی. خب اینم بعد از این، اینم که دومی به توان دو، یا مربع دومی، هر کدومشو بنویسید. دومی به توان دو. خب دومین اتحاد همینه، علامت بینشون به جای اینکه جمع باشه من هاست. اگه ضرب کنید میشه اولی به توان دو منهایه، چون ضربشون مثبت در منفی، منفی منفی دو آب علاوه بی به توان دو، این همونه. خب مربع دو جمله مجموعشون و تفاضلشون، درست بنویسید. ببین اولی به توان دو علاوه دو برابر اولی در دومی علاوه دومی به توان دو. آقای علوی ممکنه هر دوتا اولی منفی باشه، اونو که میگیم مثلا تفاضل، قدیم اینو میگفتن ولی الان ممکنه این منفی باشه این مثبت باشه، ممکنه هر دو منفی باشه. خب ما میگیم اولی به توان دو، دو ضرب در اولی ضرب در دوم. حالا اگر اینا هم علامت باشه میشه مثبت، علامتاشون مختلف باشه میشه منفی، چون ضرب دو تعداد مختلف علامه میشه منفی. حالا به توان دو هم که هر کدوم باشه میشه چی؟ مثبت. نوشتید؟ همونه دی، فقط علامت دو برابر اینجا مثبت اینجا منفی، همینه. این هم اگه میخوای توضیح حفظ کنی همینه، این منفیه، این هم همینه. خب نوشتید؟ بله پاک کنم. نه اول باید آره باید حفظ باشیم، چجوری به دست میاریم باید بلد باشیم جای خود، چون حفظ نباشیم نمیتونیم بعضی از سوالا رو حل کنیم، درسته؟ نمیتونیم تجزیهشون کنیم. ولی توی جلوتر تجزیه داریم که عبارت ها رو تجزیه کنیم به صورت زرد، برعکسش رو نمیتونیم بنویسیم. خب بچه پاک کنم، پاکش میکنیم. خب بنویسین حاصل عبارت های زیر را به کمک اتحاد ها به دست آورید. حاصل عبارت های زیر را به کمک اتحادها به دست آورید. من یکی شما می نویسم بعد بقیه شما بنویسم، بذار صورتش بنویسم. مثلا x به علاوه 7 به توان 2، 2 x منهای 4 به توان 2، 3 دو ایکس به علاوه 5 به توان 2، 4 سه ایکس منهای 4 به توان 3، ایکس منهای مثلا 2 ایگرگ به توان 2. دقت کنید بعضی مواقع من از چک نویسم باید استفاده کنم، مثلا ای و بی را حفظ کنم، اینجا نه ای دارم نه بی دارم. اولی به توان 2 میشه چی؟ ایکس به توان 2. اگر دو برابر اولی در دومی، حالا اینجا ساده است، اینجا اشتباه میکنید چک نویس بنویس، دو ضرب در اولی که x، ضرب در دومی هم که مثبت 7 دارید، اون علامت رو درست بنویسید، دو ضرب در x 2x، ضرب در 7 14x، دومی به توان 2 7 به توان 2 49. حالا این رو بنویسید تا شما بگید من بگید.
آره توی خونه یه جواب بدن، اول بنویسم بعد، فرصت برای همه باشه. نوشتی؟ همه رو؟ خب بنویس. شما بنویسید، حالا ما پرسیدن. دفتر نیاوردی باز؟ دفتر نداری اصلا؟ و اینجا کجا میخوای بنویسی؟ بعد دوباره وارد دفتر میکنی؟ یه دفعه بنویسی دوباره کاری میشه. خب بذار از خونه بپرسی، باز کن. سلام، خوب هستی؟ مرسی. آقا مقصود قبلش این 14 رو یه بار دیگه میگید مثبت به اضافه 14 x x ضرب در حرف میشه 7 x 2 ضرب در x میشه چی؟ 2 x ضرب در 7 14 x دو برابر اولی ضرب در دومی دیگه، 2 ضرب در اولی ضرب در دومی، درسته؟ بله. خیلی خوب، بگو ببینم دومی رو. آقا دومی میشه x به توان 2، اولی به توان 2 میشه x به توان 2، درسته؟ دومی میشه 4x میشه 8x به اضافه 8x به اضافه، نه ببین الان اینجا 2 ضرب در اولی ضرب در دومی منفی 4 16، چرا 2 ضرب در میشه 2x؟ فقط ایشون مثبت نوشت، میشه 2 ضرب در منفی 4 میشه منفی 8x دومی به توان 2 میشه منفی 16، میشه خود 16 مثبت 16، چون منفی به توان 2 میشه مثبت به توان زوج میشه مثبت. باز کن رضا بگی بعدی رو شما میگید، عجله نکنه به همه تو میرسه، سری رد نمیشه. خب رضا بگو بینم. آقا این همون اتحاد مربع مجموعه همون جمعشونه، یعنی همون ببین گوش کن مربع اولی به علاوه گوش کن رضا گوش کن گوش کن اگه پرسیدن اسم اتحادش چیه میگی مربع یعنی توان دو دو جمله ای، تمام دیگه مثبت و منفیش ولش. خب ببین توان دو دو جمله ایه، الان این میشه 4x 4x بعد با 4 5 تا 20 به علاوه 20 به علاوه 20 خالی به علاوه فکر کنم آقا دوباره 4x. خب کاملا غلطه، شما به جای اینکه اتحاد را مرور کنی همینجوری نوشتی، اولا اولی به توان دو دستم بالا بود واسه قبلی، ببین اولی به توان دو دو ایکس به توان دو ذهنی نمیتونی از چک نویست استفاده میکنی، دو ایکس به توان دو دو به توان دو میشه چهار، ایکس به توان دو میشه ایکس به توان دو، دو برابر اولی در دومی، دو ضرب در اولی ضرب در دومی، دو دو تا چهار تا، چهار پنج تا، 20 ایکس به علاوه دومی به توان دو، پنج به توان دو میشه 25. متوجه شدیم؟
خب برو نفر بعدی. آتیلا رو باز. استاد خب سیم اولی به توان دو، سه ایکس به توان دو میشه نو، نو ایکس به توان دو، نو ایکس به توان دو درسته، به توان دو منهای یه لحظه آقا، دو ضرب در اولی، اولی سه ایکس، دو ضرب در سه ایکس، ضرب در دومی منفی دو ایکس منهای چهار وای. چرا شیش؟ دو سه تا شیش ایکس به علاوه چهار وای. آقا دو سه تا، آقای غنی‌زاده شیشتا ضرب در منفی دو، ضرب در دومی هم میشه دیگه. آقا صدا ما داره شیشتا این ها، نه مولا نصرالدین حرفش یکیه عزیز من نوشتم دو سه تا. آقا من نمیشه شیشتا. خب شیش ضرب در منفی دو میشه دوازده، منفی دوازده ایکس ضرب در ایگرگ میشه ایکس ایگرگ، مربع دومی هم میشه دومی چهار وای به توان دو، به توان دو درست شد؟ بله بله خیلی ممنون، خواهش میکنم. پنج بنویسید اینو، چهار ای منهای سه بی به توان دو، شیش رادیکال سه بلای رادیکال پنج به توان دو، هفت سه منهای رادیکال هفت به توان دو، ببینم چه میکنی. بگن کی؟ علیرضا ابراهیمی. بگو علیرضا چه خبر بندر عباس؟ آرتین سوال داره، هم جواب داده هم سوال داره. آتیلا بذار ابراهیم زاده حرف بزن. آقای ابراهیم زاده بگو بینم. امیر رضا اول بگو آتیلا سوالشو بپرسه بعد. آتیلا سوال تو بگو بینم. آرتین سوال داره. آتیلا سوال داره. پیر شدی یا آرتین و آتیلا رو قاطی کردی؟ مواتو زدی تعادلت به هم خورد. متوجه نشدم اون دو ضرب در سه ایکس ضرب در منفی دو وای چرا به توان دو نرسونیم؟ دو ضرب در کردیم، دو برابر اولی در دومی دیگه، توان دوش کجاست دیگه؟ آها دو آقا به توان دو بود، دو سه ایکس منهای دو وای به توان دو، اینو متوجه نشدم. حالت خوبه؟ آها آقا جان اتحاد مربع دو جمله رو یه بار بگو ببینم شما. دو برابر اولی
یعنی دو مثلا برابر. خب اولی بتوانه، اولی بتوانه دو خب به علاوه اول دو برابر وایستا، اولی به توان دو شد 9x2. خب بعد دو. دو برابر اولی در دومی. خب دو ضرب در اولی میشه دو ضرب در سه x ضرب در دومی. خب ضرب این اول ضریب ها ضرب میشه، دو سه تا شش تا شش ضرب در منفی دو میشه منفی 12. x ضرب در y هم میشه x y. ده توان کجاست اینجا؟ خیلی ممنون، من اینو اشکال داشتم. خواهش میکنم. بعضی موقع ها با سرعت 180 میری، بعد موقع میزنی به خاکی. به چی؟ سوال دارن؟ نه خواهی ابراهیم زاده قرار بدی، بذار بگی بعد تمام. اگر آقای ابراهیم زاده اگه هنسیری تو پیدا کردی بگو، اگر نه بریم سراغ نفره بعد. خیلی خوب، اگه نمیشنویم. صدای ما رو دارید؟ بله، راه دوره، صدا دیر میرسه. بگو بگو آقای ابراهیم زاده. برو تماس ببین. ببخشید صدای من میاد. آره خوبه، بگو. اصلا 4 a به توان 2 میشه 16 2 بگو. یعنی a 2 بگو اولی به توان 2 که تکرار بشه، اولی به توان 2 میشه چی؟ اولی به توان 2 میشه 16 a 2. کاملا درست. حالا 2 گوش کنید بچه‌ها، برای همه میگم. دوم بعدی جمله بعدی چیه تو بگو من توضیحش. استاد جمله بعدی 3 4 تا میشه 12 تا ضرب در 2 میشه 24 آبه. پس میگیم آقا درسته 2 ضرب در اولی ضرب در دومی. خب اینا مثبتن، ضرب در منفی میشه منفی. اول ضریب ها 2 4 تا 8، 8 ضرب در منفی 3 24، منفی 24. حالا A ضرب داره B میشه A B. خب بگو آقای پارسا جمله سوم چی میشه؟ استاد میشه 9 B به توان 2. دومی به توان 2 میشه مثبت 9 B به توان 2. خیلی راحت. مرسی. مرسی استاد، خسته نباشید. سلامت باشید. برو سراغ نفرات بعدی. رستگارمن. سلام. سلام. خوبی؟ بله. بگو ببینم راست. بله. اولی میشه رادیکال 3 به توان 2. رادیکال 3 به توان 2 بچه‌ها چقدر میشه؟ به خود اول خودت بگو. حدود 1 و 4 دهم میشه. بچه‌ها دقیقاً واسه ببن. الو. سلام. کلاس بعدی چطور؟ نه بابا خونه نه. خب بگویدم چی میخوای بگی؟ میگم میت خداحافظ. چرا گفت یه ساعت دیگه کار دارم میرم. خداحافظ. بگو رادیکال سه به توان دو چقدر میشه؟ اصلا یک و نیم بشه. نه نه، رادیکال سه به توان دو نها کن میشه 3. رادیکال 6 به توان 2. نه، رادیکال 3 به توان 2 میشه رادیکال 3 ضرب در رادیکال 3 میشه رادیکال 9 که میشه 3. یا به عبارتی هر عدد رادیکالی به توان 2 برسه رادیکال از بین اون بعد از بین میره. اولی به توان 2 شد 3. دو برابر اولی در دومی چی میشه؟ 6 3 تا. چرا سی؟ دو ضرب در اولی رادیکال 3، ضرب در دومی رادیکال 5. خب عدد 2 که در رادیکال ضرب نمیشه، اما رادیکال 3 ضرب در رادیکال 5 میشه رادیکال 15 میشه 2 رادیکال 15. درسته؟ بله. علاوه رادیکال 5 به توان 2 میشه علاوه رادیکال 5 حالا 3 با 5 جمع میشه میشه 8، 2 رادیکال 15 هم که می نویسیم. مرسی.
خب نفرات جدیدتر ببینم. موبینو باز کن. بله بله بفرمایید. استاد اولی میشه 3 به توان 2. 3 به توان 2 میشه 9. بله میشه 9. منهای 2 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در رادیکال 7. ببین 2 ضرب در 3 اون میشه 6 رادیکال 7. 6 رادیکال 7. بله بله. دومی هم به توان 2 میشه چی؟ دوم میشه 7 دیگه به اضافه 7. به اضافه 7 جواب چی میشه؟ هفت و نه میشه چقدر؟ میشه 2. نه 7 و 9 چقدر میشه؟ هر دو مثبت هست. 7 و 9 میشه 16. 16 16 منهای 6 رادیکال 7. هفته نم که جمع و تفریق نمیشه همجوری میمونه. متوجه شدیم؟ نه ممنون. خب خیلی خوب بنویسید. پس اگه ننوشتید نره بنویسید. چی نوشته امیر رضا؟ آره دیگه 9 مثبت به علاوه 7 میشه 16. دو یه ضرب به این ربطی نداره که 2 برابر 3 میشه 6. 6 ضرب در رادیکال 7 میشه 6 رادیکال 7 دیگه. منفی هم هست می‌نویسیم منفی. دو تا فرمول گفتم حفظ کن. تو دوباره ویدیو رو ببین 10 بار ببین حرفی نیست، ولی دو تا فرمول دیگه این همه دیگه. دو تاش این همه اصلا یه دونه. آره اگر بخوایم حفظ کنیم یه دونه است. ببینید دستتو بیار بالا چون توی چت بنویسید سوال دارم. چون شما جمله بنویسید من پاسخ بدم اصلا شدنی نیست. جملاتتون متوجه نمیشه منظورتون. چی شد؟ چی نوشته؟ شبیه 9. نه این 9 نیست. آه میگه این شبیه 9. این 9 نیست دارش. ممکنه گوشی هم باشه ریز باشه شما 9 ببین. نه اون 9 نیست. بفرمایید آقا. بخشید اگه بیشتر از 2 جمله باشه چی؟ خب هر اگر 3 جمله باشه میشه مربع 3 جمله که میگیم بهتون. ولی اتحادها جمله سوم میخواستیم. چی؟ فرمول جمله سوم. من فرمول دو جمله یو گفتیم. آها بله میگم بهتون. اما اتحادهایی نیست که مثلا آقا اگه یه جوری دیگه باشه ممکنه یه اتحاد باشه ممکنه نباشه. خب یه این فرمول میمونه که مربع 2 جمله ای. نگفتیم اتحاد مربع توان 2 نگفتیم مربع که داخل پرانتز هرچی دلمون خواست بنویسه. گفتیم آقا اتحاد مربع 2 جمله ایم. خب خب اتحاد مربع 3 جمله ایم داریم. اونایی که معروف الان ما بی شمار اتحاد داریم. مهماشون 9 تاست که 5-6 تاش بیشتر به دردتون نمیخوره. حالا ما آره مکعب هم میگم بهتون. ولی اون چیزی که بیشتر به دردتون میخوره 5 تاش که کتاب درسیه. حدود 7 تاش بیشتر از این هفته هم 2-3 تاش مهمترند که سوال بیشتر میاد. خب گفتیم اگر دانش آموز اتحاد را هم بلد نباشه میاد دوبار مینویسه ضرب میکنه دیگه. درسته؟ چی؟ آبشاری. آره آبشاری ضرب میکنه دیالا. اما سوال اینجوری میگن. میگن عبارت های زیر را به کمک
اتحاد تجزیه کنید. حالا ما چون یه دونه اتحاد خوندیم کارمون راحت تره. ببین تجزیه یعنی چی؟ الان ما اتحاد داشتیم A به علاوه B به توان دو. تو تجزیه باید ضرب دو تا عبارت یا چند تا عبارت، یا همون A به علاوه B در A به علاوه B جواب این شد A2 به علاوه 2AB به علاوه B2. خب گفتیم اگر گفته حاصل را به کمک اتحاد به دست بیارید بلد نباشیم ضرب هم میتونیم بخونیم، درسته؟ اما تو تجزیه چی میده به ما؟ اینو بینه به ما، ما باید مثلا A2 به علاوه A2AB به علاوه B2 رو به ما دادن، ما بگیم آقا این از ضرب کدوم پرانتزها به دست اومده. من اگر اینو حفظ باشم می‌نویسم A به علاوه B ضرب در خودش بوده دیگه به توان دو، اگر اتحاد حفظ باشم. اگه حفظ نباشم به هیچ عنوان نمیتونم به این برسم. اگر حفظ نباشم نمیتونم اینو به دست بیارم. سمت راست رو دادن میتونم اینو به دست بیارم، ولی اگر اینو به من دادن گفتن تجزیه کن ضرب دو تا پرانتز بنویس، باید حفظ باشم، درسته؟ آره برعکسش تو تجزیه، یعنی برعکس تجزیه باید داخل دو تا پرانتز ضرب بشه، سه تا یا دو تا عبارت. حالا تجزیه رو کامل خواهیم گفت، ولی میخوایم اتحاد رو برعکسش رو به شما بگیم. مثلا یک، آقا x به توان 2 به علاوه 8x به علاوه 16. دو، x به توان 2 منهای 10x به علاوه 25. سه، x به توان 2 به علاوه 12x به علاوه 36. خب گوش کنید، یکیشو من بینید گوش کنید. ما فعلا یک اتحاد خوندیم مربع دو جمله ای، درسته؟ اول توانی بنویسیم بعد دو تا پرانتز بنویسیم. این الان چیه به علاوه چی به توان دو بود؟ همش مثبته دیگه. خب اول میایم یه حدسی میزنیم بعد آزمایش میکنیم. ما دو تا جمله، حالا ممکنه اینا جابجا هم باشن، مثلا جای اینا جابجا باشه، اول 16 باشه اول 8x باشه، شده x به توان 2، پس میتونه اولی x باشه، درسته؟ این هم شده 16 یعنی 4 به توان 2، دومی هم میتونه 4 باشه دیگه، درسته؟ پس اتحاد مربع دو جمله x به علاوه 4 به توان 2. آره دیگه، بعد ببین ما درسته یا نه. اولی به توان دو که x2، 2 ضرب در x 2x ضرب در 4، درسته. دومی هم به توان دو 16، درسته دیگه. پس x به علاوه 4 به توان دو بوده، پس میام می‌نویسم x به علاوه 4 در x به علاوه 4 تجزیهش. تو تجزیه دو تا پرانتز می‌نویسی، توی تجزیه دو تا پرانتز می‌نویسی. خب حالا اینا اگه بلدم نباشید اینو اینجا نمرهشو نمیگیرید. در فصل 5 در فصل 7 هم که ساده کردن عبارتهای جبری هست کسریه، اونجا هم نمرهشو نمیگیرید تو کتاب درسی. آره تو... یعنی شما اگر اتحادها رو خوب بلد نباشید به راحتی 3 4 نمره از دست میدید. خب الله حداقل در آزمون ورودی هایی هم تست های مختلف میدن دیگه. حالا قبول شدن با یه دونه سوال و یه درس نمیتونیم بگیم قبول نمیشید. دو فصل خب اگه داره چند تا سوال باشه ممکنه تون دو فصل، بعضی موقع میبینید دانش آموزی کم مطالعه کرده، از اون درس هایی که مطالعه نداشته سوال کم اومده، شانسشه دیگه. اما درس های دیگر خوب بلده. خب تو میگی قبول نمیشه رو دارم میگم. خیلی خب دوتای بعدی رو بنویسید ببینیم. نه بذار بقیه بنویسن شما هم. نوشتید کیا نوشتن؟ حالا یه مقدار سخت‌تر هم میشه، حالا میگیم.
باز کن. آره دیگه آخر را تجزیه شد. سلام آقا. سلام علیکم. شما رو دورو بگم؟ بگو. آقا ما حدثمون این بود که بگیم ایکس منفی 5 به توان 2. درسته. پس این میشه دو تا پرانتزش چی میشه؟ ایکس منهای 5 ضرب در ایکس منهای 5. ایکس منهای 5. خب مرسی. بعدی را کی میخواد بگه؟ آزاد نیا بگو. سلام استاد. سلام علیکم. استاد میشه x به علاوه 6 به توان 2 که میشه x به علاوه 6 ضرب در x به علاوه 6. کاملا درسته. بله استاد. مرسی. خب سوالی نیست؟ ببینید بیر بیر گاماس گاماس ترکی بلدی؟ ترکی بلدی شما؟ کجایی هست این سالت؟ شیراز ترک داره دیگه، قشقایی ترکی هستن. تهران ترک. چی؟ نه. خب ببینید یکی یکی بریم جلو. اگر همه رو با هم بگیم ذوق زده شدید، توی باتلاق گیر میکنید مثل آهو. خب گیر میکنید. حالا یکی بریم جلو همش رو بگیم قاطی نکنید. خب چون اگر اینجا بریزید به هم قاطی کنید دیگه نمیتونید جمع جور کنید درس رو. پس باید یکی قدم به قدم بریم جلو. مطمئن باش همه رو میگیم بیاد. حالا مثلا شماره چند بود؟ چهار تا بود؟ پنجمی الان مثلا. خب x به توان 3 منهای 10x2 به علاوه 25x. حالا 3 تا بودیم میشه 4 رو. خب ببینم حالا من یه خلاقیت به خرج بدید. بله مربع دو جمله نیست، توان 3. باید یه کاری کنید، باید یه کاری کن مربع دو جمله ای بشود. یه کاری کنید که مربع دو جمله ای بشود. آفرین. فاکتورگیر پارسال چی؟ خوندین دیگه. پس اولی فاکتور بگیرید. بعدش داوطلب نداریم. بگو نه ماهان اول فاکتور بگیر. از چی فاکتور میگیریم؟ از x فاکتور میگیریم. پرانتز. خب اولی تقسیم بر x. وقتی فاکتور میگیریم اگر همه جملات حروفی مثل x a b یعنی همشون یه حروف مشترک داشتن حتما فاکتور اول میگیریم. نه همشون x دارن. همه رو فاکتور میگیریم بعد همه رو تقسیم بر x میکنیم. x به توان 3 تقسیم بر x میشه x به توان 2 منهای 10 x 2 با x میشه x. خب 10 x به اضافه 25. حالا داخل پرانتز خودش اتحاده. x منفی 5 در x منفی 5 الان نوشتیم دیگه. مربع دو جمله ایه دیگه. به جنگ بی آره دیگه. x جای خودش داره دیگه.
خودی داخل پرانتز تا دادی. آره دیگه ایکس نه داخل پرانتز این اتحاده، این داخل پرانتز میشه ایکس منهای پنج به توان دو که دو بار می نویسی. ایکس دیگه بیرون از پرانتز کاری نداریم با ایکس، درست شد؟ تنها راه یادگیری اتحاد تمرین. حالا باز تو امتحان این یه نوع سوال تجزیه است. تو امتحان سوالی که میدن نمونه شلون حل کنید، اون موقع میفهم اتحاد رو فهمیدید یا نه. پاک کنم میتونی مدرسه هم بدن، آره میتونی مدرسه هم بدن، مخصوصا آقای بختیاری توی میان ترمتون حتما بهتون بیدونه. ترم دوم که در همه مدارس مشترک از در حد کتاب دیگه. ببینید یه زمانی میگفتن اداره سوال میاد در حد کتاب ساده میشد چون کتاب چیزی نداشت، ولی کتاب درسیتون انقدر سوال سخت داره، مطلب سخت داره که امتحان آسون نباشه. بنویسین سوال ببینم چه میکنید. اینجا دیگه بستگی به خلاقیت شما داره. اگر A به علاوه B مساوی باشه با C و A ضرب در B مساوی 5 باشد، حاصل عبارت A به توان 2 به علاوه B به توان 2 را به دست بیاریم. بذارم اینا ممکنه جواب منفی بیاد، بعضی ها بگن آقا چرا اینجا اینو هفت بنویسید اصلا. خب هفت که عدد یه موقع چون دو تا عدد توان دو جمع میکنیم جوابش منفی در نیاد. چند رو غلط؟ بله نه فاکتور مکتور از اتحاد کمک میگیر. خب میشه جواب دیگه، شما یه فکر کن از چی رادیکال بگیریم. اگر رادیکال بگیری که تک تک نمیتونی رادیکال بگیری توی خب زیر رادیکال اگر جمع باشه که نمیتونی تک تک رادیکال بگیری. با هم گرفتم. میگه با هم گرفتم. خب جو دوتاشو زیر رادیکال نمیشه دیگه. نمیتونی زیر تک تک جز رادیکال بگیری که. رادیکال 9 علاوه رادیکال 16 نمیشه که 3 علاوه 4 بگیم 7. اون اگه ضرب باشه آ به توان 2 ضرب داره بی به توان 2، بعد از یه عبارت نمیتونی رادیکال بگیری که. از یه تساوی میتونی رادیکال بگیری. ببین ما یه تساوی رو میتونیم به توان برسونیم، از دو طرف رادیکال بگیریم، دو طرف را در عددی ضرب کنیم، دو طرف را میتونیم بر عددی تقسیم کنیم به جز 0، میتونیم به دو طرف یه عددی اضافه کنیم، میتونیم به از دو طرف عددی کم کنیم و الی آخر. دو طرف برای آزاد در بی میتونیم بنویسیم 25، ولی برای آزاد در علاوه بی نمیتونیم. بله بله.
پارسال تو کتاب درسی بودید رادیکال ها. کسی دستش بالا نیست؟ از این به بعد اومدی کلاس آقای ماهان خان ورق به اندازه کافی داشته باش، چک نویست گوشه موشه می نویسی 100% اشتباه میکنی. حالا خوبی اون امتحان ازتون گرفتن حالا کجا می نوشتیم؟ از اینجا پیدا کردی؟ ایلیا چلونو غلطه گفته. خب بگم تسلیم شدید؟ تسلیم بودید از اول؟ نه چرا؟ تو بگو جواب چند در میاد؟ 39. 39 چجوری میشه؟ 7 به 2 میشه 39. خب گوش کنید بچه ها، گوش کنید، نه گوش کنید، شما جلوی یک دانشمند رو گرفتیم. خب الحمدلله فرض و حکم رو بلدید دیگه. ببین میگیم فرض، ببینم میگیم فرض، چون سوال این حکم ماست. خب فرض ما توانش چنده؟ حکم ما توانش چیه؟ خب فرض رو به توان دو برسون. خب دو طرف رو به توان دو میرسونم، دو طرف رو به توان دو میرسونم. خب شما اینو بگو من زیرش بنویسم. اینم آ به توان دو، اولی به توان دو، دو آبی، هفت به توان دو. خب آ زرداری بی چنده؟ آی زرداربی 5ه. پس آ به توان 2، من اینا میرم اینجا مینویسم، به علاوه بی به توان 2، به علاوه بذارم اونجوری بنویسم، بعضی ممکنه آی به توان 2 به علاوه 10 به علاوه بی به توان 2 مساوی با 49. درسته؟ از ما چی خواسته؟ بله جادوی نمونه دولتی. آقا 49 منهای 10 میشه 39. سلامت باش. تموم شد یعنی؟ خب جلسه بعد از اینها زیاد حل میکنیم، انشالله که موفق باشید. دفعه بعدی تو کتاب مبتکران